ضرورت تفلسف، ضرورت فلسفیدن، چه ضرورت داره که ما فلسفی بکنیم؟ خب به نظرم میاد که یه جواب متکلمانه میشه داد به این، یه جواب عرض میکنم دینی و مذهبی میشه به این داد، و یه جواب عرض میکنم که فیلسوفانه غیر بدون تعلق. عرض میکنم جواب متکلمانه که هم در فرهنگ غرب هم در میان بعضی اندیشمندان خود ما داده شده است، اینه که و فراوان کسانی گفتن اینی که واقع شکر هر نعمتی به کمال استفاده از این نعمت. توجه میدونم که غزالی میگفت ما شکر نعمت رو چیز دیگر چه میفهمیم؟ ما شکر نعمت رو به این معنا میفهمیم که بهترین بهره جویی از اون نعمت صورت میشه، و چون باز به لحاظ دینی و مذهبی پذیرفته این، گفتم جواب متکلمانه است بر اساس پذیرفته‌های دینی و مذهبی، چون پذیرفته این که یکی از بزرگترین نعم الهی عقله، به نظرم میاد که شکر این نعمت بزرگ که اعظم نعم چه بسا یا یکی از اعظم نعم هست، شکرش اینه که در واقع ما به کارش بزنیم. گالیله یه جمله خیلی عالی داره در دفاعیه خودش وقتی اون مشکلات رو با کلیسا پیدا کرد، یه نکته خیلی جالبی ایشون میگه که مثال میزنه، میگه که شما فرض بفرمایید که یک ساعتی رو به یه دوستی هدیه کنید، ارمغان کنید، پیشکش کنید، بهش بدید، خب طبعا شاد میشه به عنوان کسی که خدمتی شما بهش کردید، ولی بلافاصله بعدش بگید که فلان کرد. هر وقت میخواید ببینید که ساعت چنده، وقت چه، زمان چه هست، از فلانی بپرسید، مثلا از زید بپرسید، اصلا از این ساعت استفاده نکنید، از زید بپرس او بهت میگه ساعت چنده. ایشون میگه که این جمله رو وقتی اضافه بکنید به اون کادو، اون کادو تمام اثرش رو برای اون طرف از دست میده. فقط به نظرش اینه که یک وزر و بالی بر دوشش گذاشته اید، فقط کشیدن این بار این ساعت رو بر دوشش گذاشته اید، چون در واقع با اینکه بهش داده اید ولی گفتید هیچ استفاده ازش نکنید. گالیله میگه که شما روحانیون، خطاب روحانیون عرض میکنم مخالف خودش در همون قرن 18، میگه شما روحانیون یه همچی بعضی برنامه درست کردید، از سوی به ما میگه بزرگترین نعمتی که شما به خدا به شما هدیه کرده عقلتون، ولی از سوی میگه تمام حقایق رو با رجوع به کتاب مقدس بپرس، از کتاب مقدس بپرس که زمین گرده یا مسطحه، خورشید بعدش چجوریه، نجوم چجوری هن، کواکب چجوری هن، از مثلا جمادات و نباتات و حیوانات چجوری هن، در عالم زیستشناسی و روانشناسی چه میذاره. یعنی در واقع این هدیه که ما داده خدا و خود شما به ما گفتید این هدیه خدا هم دادید، عجب میکنید اون وقت خود شما ما میگید که از این استفاده نکن، فقط از قرآن رو ببخشید، از کتاب مقدس بپرد، از کتاب مقدس بپرد فقط که حق چیه و باطل چیه، عجب میکنید. وقتی شما میگم من نمیفهمم، من چیزی نمیفهمم، یا انکار کنید قضیه اول رو، یا انکار کنید قضیه دوم رو، جمع امکان نداره، یا نگید که به ما عقل خدا داده، توجه میکنید، بگید اینو خدا نمیخواست در اختیار ما قرار بگیره، همینطور از دستش در رفته دیگه، در اختیار ما قرار گرفته یه اسلحه ای که مهلکه برای خدا و دین و معنویه، یا اگر نه خدا خودش واقعا به ما داده، این معنی نداره که بگید به ما بده و بگید که استفاده ازش نکن. خب من به نظرم این استدلال کلامی خیلی خوبیه، توجه میکنید، بالاخره نمیشه گفت که عرض میکنم که از این نعمت نباید استفاده کنیم، اما از این که بگذاریم بالاتر از این، به نظرم ما جز عقلمون چیزی در اختیار نداریم، ما بی پشتوانیم، بی متکاییم در زندگی، توجه میکنید، ما در تنهایی مطلق به سر میبریم تو زندگی، در تنهایی مطلق به سر میبریم، باز مرادم اون تنهایی که اگزیستانسیالیست های الهایی میگن نیست. من مفصل به جای دیگری بحث کردم در باب انواع تنهایی ها، دیگه نمیخواد تکرار بکنم در مشکل الهیات بحث کردم، اما اجمالا نرز میکنم که
اگزیستانسیالیست ها می گفتن که ما وانهاده ایم، توجه می کنیم، ما یک نژاد وانهاده ایم، یک نوع وانهاده ایم، ما اصلا به دست طبیعت پرتاب شدیم در بیابانی که هیچ فریاد دست توش نیست، نه فریاد دست انسانی توش هست و نه فریاد دست الهی، تنهای تنهایی. خب بنده اون معنا مرادم نیست، بنده نمیگم ما تنهایی به معنای این که هیچ فریاد دستی نداریم، اما من این معنی میخوام بکنم که ما فریاد دست انسانی نداریم. واضح میکنیم این تفاوت قول من با یک کسی مثل جان پل سارت، یک کسی مثل سیمون دو بوار، در اینه که اون میگه ما هیچ فریاد دستی نداریم، من میگم ما در ناحیه بنی نوع خودمون تنهایی، هیچ هستی فریاد دستی نداریم. یعنی من در واقع اگر تأمل جدی بکنم میبینم هیچ کسی نیست که فرض میکنم بتونه من رو از تنهایی در بیاره، که حالا خواهد اون مباحثش ندارم که به چه دلیل. گفتم که به پنج دلیل ما کسی رو ندیدیم که ما رو از بی‌کسی و تنهایی در میان هم نوعان خودمون بتونه نجات بده. ما در واقع بی‌پشتوانیم. وقتی بی پشتوانه ایم، خودمون باید برای خودی بی پشتوانه ایم فراهم بیاریم، یه متکایی برای نظر خودمون و یه متکایی برای عمل خودمون فراهم بیاریم، یه اتکای نظری در نظریات که نتیجهش بشه یه نوع اتکای عملی در عملیات، یعنی در امور عملی. این متکا به نظر من فقط نیروی استدلال داریم، یعنی تنها پشتوانه رو این نیروی استدلالگر میتونه بر من فراهم بکنه. من واقعا نمیتونم از کسی بپرسم که ما انسانها این وصف رو داریم یا اون وصف رو، ما مجبوریم یا مختاریم، توجه میکنید، ما در محیط مؤثرتریم یا محیط در ما مؤثرتریم، زندگی پس از مرگی وجود داره یا زندگی پس از مرگی وجود نداره. و قصه الهازا در امور نظری، تو امور عملی هم قصه الهازا، آیا همه جا باید راست گفت یا نه؟ چه صفتیست که هیچ دست از سرش نباید برداشت؟ چه فعلیست که هیچ وقت نباید ترکش کرد؟ ما واقعش متقا ندیم. شما فوری خواهید گفت که قرآن، روایات، دین، مذهب، هر دین و مذهبی اومدن همین کار برای ما انجام بدن، شما چه این دید ما متکا نداریم؟ بنده عرض میکنم اونا هم اگر متکا برای ما میشن، بعد از اینه که متکا بودنش رو چی اثبات میکنه برای ما؟ همین دانی عقل. یعنی اگر واقعا اون 11 گزاره معروف که گاهی تو درس بنده عرض کردن، اون 11 گزاره رو اگر عقل من برای من اثبات نکنه، اصلا قرآن برای من حجیت نداره، روایات برای من حجیت نداره، یعنی روایات من تازه برای متکا واقع شدن نیاز به عرض میکنم که یک متکای دیگری دارن. اون 11 گزاره ای که وقتی همش اثبات میشود، تازه برای من قرآن و روایات حجیت و اعتبار و سندیت پیدا میکنن، برای یه مسیحی کتاب مقدسش حجیت و سندیت و اعتبار پیدا میکنن، اونا تازه متکی هم بر عرض میکنم عقل من. ما واقعا در درون خودمون تنها پشتوانه ای که میابید اینه. من بارها گفتم این احادیثی که معمولا نقل میشد این میمار که ما رسول باطنه، عرض میکنم که خدا رو عقول انسانها میدونیم و اگر رسول ظاهر به یه قومی نرسد، به تعبیر امام جعفر صادق سلام الله علیه در جواب اون صحابیشون، اگر به یه قومی رسول ظاهر نرسد، عقل می شوند در جمعی اجهات رسول باطنشون، به این معنی می فهمند این احادیث رو، به این معنی که این پشتوانه در اختیار هر کسی هست. این پشتوانه جوری نیست که از کسی دریغ شده باشه و به کسی بیشتر داده شده باشه، به کسی کمتر داده شده باشه، این پشتوانه وجوده. اینه که اصلا تفلسف نکردن کار دشواره. توجه کنید مونتسکیو کتابی داره به نام رساله مانندی که چگونه می توان ایرانی بود. توجه کنید بعد از این که عرض میکنم که در باب روح ملت رو تحقیق کرده، میگه من اصلا تعجب میکنم چجور انسان میتونه ایرانی باشه. یعنی ایرانی بودن یک پارادوکسیکالیتی داره. اون وقت بعد در همین قرن ما متفکری نوشت که چگونه میتوان ایرانی نبود. توجه میکنید من نظیر این سخن رو در باب
میتونیم سوپ میکردن میگن. بعضی هم میگن چجوری آدم میتونه سوپ باشه؟ من میگم اصلا چجوری میشه سوپ نباشه آدم؟ آدمی که سوپی نمی کنه واقعا بی‌منتقا، واقعا اتکایی به جایی نداره. توجه میکنی؟ من در واقع من فردی رو عرضه میکنم، من نوعی، من در واقع اگر بخوام به عرض میکنم که یه تخت پرشی برسم، بگم به یک عرض میکنم که صخره ای برسم، بگم به یه جای محتمی برسم که بتونم روش وایسم ولو برای جهش بعدی، که میگم ولو برای جهش بعدی، چون بعدا خواهم گفت که حکم عزل عقل رو هم گاهی اوچه خود عقل حکم عزل خودش در یه نواهی صادر بکنه. توجه میکنید؟ و این نباید تو فراموش بکنید. وقت من عرض میکنم که اگر من سخت پرشی بخواد، اگر صخره‌ای بخواد، اگر برای یه جای محکمی بخواد، چاره‌ای جزی نداره که به نیروی استدلالگر خودش تکیه بکنه. شما این نیروی استدلالگر رو از بنده بگیرید یا بنده خودم اعمالش نکنم، این نیرو رو در هیچ جایی نمیتونم موضع، نه موضع عملی، نه موضع نظری، نه اثباتا، نه نفیان، حتی شک هم نمیشود به نظر. بدون استمداد از عقل شک هم نمیشه داشت، چون شک میدین حاصل چیه؟ حاصل اینه که عقل میبینه الف به عقل و الف به می قوت براهینش رو به اندازه همین. آدمی که این پشتوانی عقل رو از دست میده حتی معروض شک هم واقع نیست، شک هم برایش نمیتونه عارض بشه، اصلا یه موجوده بدون هویت. اینه که من خودم به نظرم میاد که اصلا این که میگن آقا چرا ما فلسفه ببرزیم، این معنیش نیست، برای که نمیتونیم فلسفه نبرزیم. راجب میکنیم باز به گفته یه حکیمانه یه ارسطو، اونم که میخواد فیلسوفی نکنه باید فیلسوفی بکنه، یعنی باید با فیلسوفی کردن آدم برسه به این، مثلا فیلسوفی نباید بکنه. اما البته این نه به این معناست که ما به یک نظام فلسفی گل بزنیم. ما فیلسوفی کردن برای مهمه، نیروی استدلالگر برای ما مهمه، نه گل بستگی به یک نظام فلسفی خاص. یکی از عللی که به نظر من در دانشگاه‌ها دانشجویان نسبت به فلسفه بی‌اعتنا میشن و دلسرد میشن و حتی اصلا گریز پیدا میکنن، مال اینه که گمان میکنن یا شاید هم الغا شده بهشون این معنا که فیلسوفی کردن یعنی مثل ما فیلسوفی کردن. وقت چون نمیخوان مثل ما فیلسوفی کنن، وقت اصلا از فیلسوفی کردن صرف نظر میکنن. راجع میکنید بهشون گفتیم اگه میخوای فیلسوف بشی اول میدونی چیکار باید بکنی؟ باید اول منظومه حاج ملا حاجی سبزواری رو بخونی. میگه نه ما نیست. گفته بود که آقا شنیدی دیگه یه مسلمانی رو، مسلمان رفته یه مسیحی رو مسلمانش کرده بود، سهر نصف شب رفته در خونش رو زده بود، گفته بود پاشو پاشو، گفته بود چی؟ پاشو بریم مسجد نماز شب بخون، پاشو رفته نماز، بعد نماز از آن صبح گفته بود نماز صبح رو، بعد پاشو بره که به خونهشون بخوابه، گفته بود نه تعقیبات نماز صبح چی؟ تعقیبات نماز پیش از دو در مغازش آقا کازم رو سرمی شده این رو مرد میکنم که نوافه رو بیده و به همین طریقه سر میشه گذاشت و آقا میشه ما سرس نظر بکنیم از این دیگه شما، اگه میشه ما استفاده شده، ما این دیگه نمیتونیم زندگی بکنیم. حالا واقعا آقا اگر به جوان القا بشه که تنها روش تفلسف، تفلسفی که در کتاب های فلسفه حکمای مسلمان ما شده، خب اون ممکنه هم به لحاظ روش، هم به لحاظ موضوع، هم به لحاظ محتوا مخالف باشه. اون وقت اگه بهش گفته باشی تنها فلسفه اینه، خب پس میگه پس من به طور کلی از چی در واقع گریزانم؟ از فلسفه. مثل اینکه من به من میگن آقا تنها ساعتی که وجود داره این ساعت، وقت نگاه که میکنم اینم کهنه هست و کندم کار میکنه و عیب دیگه هم داره، نه پس ما از ساعت حرف نزنیم. اما اگه بگن نه این یکی از ساعت ها، ولی تو ساعت احتیاج داری، حالا اینو نمیفهمم ساعت های دیگه هم هست، این فقط ساعت نیست، چرا نمی، ما واقعش آقا بعد از این نظرم طرحی که قبلا به من داده شده بود من خیلی پسندیدم که اصلا قبل از اینکه وارد فلسفه اسلام بشیم وارد یک سلسله امور لازم برای تفلسف بشیم، قبل از اینکه بدایه شروع کنیم، قبل از اینکه منظومه های ملادی سبزواری شروع کنیم، چون واقعا ممکنه جوان وقتی شما میشوندید آقا فلسفه اینه، وقتی نگاه میکنه از روش خوشش نیاد، یا از موضوع خوشش نیاد، یا از محتوا خوشش نیاد،
فلسفه اسلامی ما ممکنه واقعا برای یه جوان از یکونم از این سه جهت یا از دو جهت از این سه جهت یا از هر سه جهت در واقع تنفیر داشته باشه، گریزانندگی داشته باشه. اولا ممکنه جوان بگه آقا من از این نحوه اصطلاح خوشم نمیام. بگیم کدوم نحوه اصطلاح؟ بگه آقا نحوه اصطلاحی که تا یه جا منو جلو میبرن، وقتی که حرف تر میارن بگن انارتون عرشیه، لمعتون اشراقیه. بگه آخه این چه حرف من هفت دادم نیست؟ توجه میکنی؟ یعنی به لحاظ متدیک اشکال داشته باشه در ما هر جا حرفشون. خب این انصاف دارید آقا، حالا بنده میدونم چه مشکلاتی درست میشه، ولی انصاف دارید آقا، تا وقتی حرف دو تا چهار تا میتونید بزنید، اینو قشنگ المقدمه اولا، مقدمه ثانیه، مقدم، تالی، و حتی بر ما دیدی که چه جوری اصطلاح میکنن، میگن که بیان الملازمه این، لازم این، ملزوم اون، همه خیلی روشن واضحه. یه بار میبینیم آدم به این دقیق نظری میگه که و هاذه لمحه اشراقیه که لا یعلمها الا من نور الله قلبه به انوار این حرفا. چی آقا توجه میکنید؟ نشد. ممکنه این کسی این نشد مدام از دل اون جوان میگم و بعدی که پیرم و هم با همین ها بزرگ شدم میگه اون جوان ممکنه بگه آخه یک بام و دو هوا و سه هوا تو نمیشه. چه روش تفلسفیه؟ روش تفلسفی اینه که از اول میخوای لمعتون اشراقیه بگی، خب مثل عرفا هو بکی مثل صوفی اصلا استدلال نمی کنن دیگه، خودشون هم میگن، میگن که عرض میکنن که پای استدلالیان چوبین بگن، توجه میکنن. اما از صوفی آخه این صوفی شد وسط استدلال داشتیم درست با رامی اومدیم یه بار دم میشد که این دیگه نمیدنم لا یعلم ها الا فلان. و واقعا ممکنه به لحاظ روش جوان نپسنده، مخصوصا با روحیه عقل گرایانه ای که الان در جهان روحیه زمان است. من نمیگم حقه ها، ولی لااقل اینو اعتراف میکنم و قبول دارم که روحیه زمان است. روحیه زمان ما روحیه عقل گرایانه است. حالا این روحیه درست باشه یا نادرست بحث دیگریه، ولی برای روحیه این زمان ما این متد و این روش تفلسف این انگیزانندگی نداره. این ممکنه به لحاظ روش باشه، البته فقط در روش این مشکل وجود نداره، مشکل دیگه هم وجود داره. نمونه میخوام بیارم، یه وقت ممکنه به لحاظ موضوع یه جوانی عرض میکنم که بگه من به این موضوعات علاقه ندارم. توجه میکنیم چجور؟ ببین آقا من شما همه تون فلسفه اسلامی خونده، موضوعات کتابای فلسفه اسلامی چی هست؟ خب خودتون میدونید چیه؟ وجود هست، ماهیت، جعل مرتب، جعل بسیط، احکام ماهیت، درست، جوهر، عرض، علیت، وحدت، کثرت، قوت، فعل، مکان، زمان، حرکت، حرکت‌های عرضی، حرکت‌های جوهری، و عرض می‌کنم که علم النفس، رابطه نفس و بدن است، و بعدم الهیات به من اخص فلان بحث. اینا موضوعاتی که کتاب‌های ما می‌نویسه، درست؟ من یه نمونه بر شما از موضوعات یه کتاب کلاسیک در مثلا عرض میکنم که فلسفه اگزیستانسیالیسم میگن، اونم در فلسفه است، فلسفه است. درست و غلط کم کار ندارم، چون درست و غلط به موضوع مربوط نمیشه. توی کتاب فلسفه اگزیستانسیالیسم مثلا یکی از کتابهای یاستر خونم میسازم، در این کتاب یاستر کتاب فلسفیه، ولی وقتی شما باز میکنید تیترا اینا، اون تیترای خودم یاد میاد، تیترا اینا، امید، مرد، اضطراب، آرامش، ایمان. توجه میکنید؟ عرض میکنم که ارتباط فرد با فرد، ارتباط من تو، ارتباط من او، ارتباط تو تو، ارتباط من من. توجه میکنید؟ ناآرامی، اینا رو بحث فلسفی راجبش کردم. توجه میکنید؟ خب ممکنه یه جوان نه اونا میدونه نه این، ولی که من به این موضوعات علاقه من ترم تا اون موضوعات. توجه میکنی؟ چون من به این موضوعات علاقه دارم. مثلا میخوام بحث فلسفی درباره امید بگم، من میخوام بحث فلسفی درباره ایمان بگم. اینه بحث فلسفی میشه کردی؟ چون بعدا ممکن در این جلسه عرض بکنم که هیچ موضوعی نیست الا اینکه درباره بحث فلسفی میشه کرد. اینجور نیست که کیت جهان هست دو چهار تیکه کرده باشن بگن یکی که از این کیت رو عالمان علوم تجربی دارن سراغش،
یه تیکش رو عالمان علوم نقدی و تاریخی، یه تیکش رو عالمان علوم کشفی و شهودی، یه تیکش هم عالمان علوم فلسفی. نه، کیف جهان همون کامله، کل این کیف رو میشه در واقعش بحث فلسفی کرد. توجه میکنید؟ خب حالا این جوان ممکنه بگه من به این موضوعات علاقه مندم. من یک بار توی جلسه عرض کردم در باب اینکه فلسفه اسلامی داریم یا فلسفه اسلامی نداریم، که سخنرانی مفصل صحبت میکردم، این نکته رو گفتم الان به شما عرض میکنم. ببین آقا، شما یک بار قرآن را از این دید بخونید که قرآن به چه مطالبی خیلی اهمیت میده، به چه مطالبی کمتر اهمیت میده، به چه مطالبی کمتر، و یه جدول مدرج گذاری اهمیت قرآن رو به لحاظ موضوعات ببینید. ببینید قرآن به چه مطالبی اهمیت بیشتر میده، چه مطالبی کمتر. بعدم ببینید جدول موضوعات کتاب‌های فلسفی ما را تنظیم کنید. آیا این جدول، آیا این جدول با این جدول مطابقت داره یا نداره؟ بله. ببینید انصافاً قرآن به چه موضوعاتی بیشتر از همه اهتمام داره؟ اگه از من بپرسید، من میگم قرآن به خدا، به مسئله خدا خیلی اهمیت میده، به مسئله مرگ خیلی اهمیت میده، به مسئله عرض میکنم ایمان اهمیت میده، به مسئله عمل و عمل صالح اهمیت میده، به مسئله امید اهمیت میده، ولی از این طرف آرزو در برابر امید تخطئه میکنه. توجه میفرمایید؟ این تیپ مسائله. ولی من هیچ که نگم قرآن اهتمام ببرده به مسئله ماهیت زمان، ماهیت مکان، جعل مرکب، جعل بسیط، جوهر، عرض، ذاتی، عرضی، قوه، فعل، حرکت. این معنیش اینه که مدرج بندی موضوعی قرآن با مدرج بندی موضوعی کتاب‌های فلسفه ما دور از هم. و اتفاقاً یه فیلسوف اگزیستانسیالیست امروز اگه شما کتابشو باز بکنید، نه به لحاظ محتوا نمی‌فهمه. وقتی کسی آقا منو متهم نکنه که ایشون می‌خواد بگه اگزیستانسیالیست‌ها به قرآن و اسلام به لحاظ محتوا نزدیکن، نه، فقط به لحاظ موضوعات. می‌بینید یه کتاب فلسفه اگزیستانسیالیستی به لحاظ موضوعات به موضوعات قرآن خیلی نزدیکه. یعنی بحث از مرگ اندیشی می‌کنن، بحث از امید می‌کنن، بحث از انتظار می‌کنن، بحث از منطق. خب حالا ممکنه یه جوانی واقعا نپسنده این، بگه آقا من به این موضوع علاقه ندارم، من مشکلم مشکل جوهر و عرض نیست. راجعه کنیم، مشکلم علت و معلول نیست، مشکل من یه مشکل دیگریه. خب این هم امکان داره. یه مثال استعمالی هم گفتم امکان داره، گفتم ممکنه طرف یا به لحاظ محتوا نپسنده، یا به لحاظ موضوع، یا به لحاظ روش. روش و موضوع گفتم به لحاظ محتوا ممکن نپسنده، یعنی ممکنه یک کسی بگه آقا در باب الهیات این رأی که صدر متعلقین اقامه کرده رو من قبول ندارم، من در باب الهیات رأی یوم رو قبول دارم، من رأی کالیبود رو قبول دارم. توجه میکنید؟ من در باب جوهر و عرض رأی اسپینوزا رو قبول دارم، نه رأی ابن سینا مثلا. این هم اختلاف در لحاظ چی در واقع؟ به لحاظ مفاد و محتوا. خب حالا بنده عرض می‌کنم اگر به جوان گفتید فلسفه یک فلسفه، حالا چه بگید فلسفه اسلامی، چه بگید هر فلسفه دیگه، یا همین فقط بگید یک فلسفه، فرق نمی‌کنه، بگید یک فلسفه، خب ممکنه واقعا جوان گریز بگیره. اما اگر قبل از اینکه بهش بگید یک فلسفه وجود داره و بقیه فلسفه‌ها یا وجود ندارن یا وجود باطلانه دارن، تو از بر باطلن، تو اگر این بهش نگید ممکنه هیچ گریزی از فلسفه پیدا نکنه و واقعا هم به این نکته پیده برای که چون متکای من در زندگی فقط نیروی استدلالگر خودمه، در هر ردی، در هر قبولی، در هر نقضی، در هر ابرامی، توجه میکنید، در هر انکاری، در هر تأییدی، من فقط به خودم و نیروی استدلالگر خودم میتونم اکتفا بکنم، وقت ممکنه اتفاقا این باعث شوق و ذوقش هم بشه به روی آوردن به مطالعات نظری. خب غیر از این باشه واقعش موفق نیست کار. حالا من ساعت 4 قرار دارم جایی باید باشم، موضوع کنم این پر میشه. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
خب من در نظر دوستان واقعیتش اینه که از بس مطالب در ذهنم جوش میزنه نمیدونم که چی باید بگم. آدم وقتی هیچ چیزی برای گفتن نداره، خب طبعا چیزی برای گفتن نداره، چیزی هم نمیتونه. وقتی هم که خیلی مطالب برای گفتن داره، بازم نمیتونه چیزی بگه، چون خودش اینو ترجیح دارم مراجعه خودی داشته میگم. واقعیتش در باب فلسفه خیلی سخن میشود، خیلی مطالب برای گفتن هست. من با توجه به این که آمادگی قبلی هم نداشتم، در چینی که از مطالب الان میکنم شاید خیلی در چین مطلوبی نباشه، اما به هر حال هر چیزی که در جلوه صحنه ذهنم زودتر حاضر میشه این خدمت این عرض و که بعدا در جلسات تکمیلی احیانا اگر وقت در خدمتون بودم باید این مجموعه به ملاد خودش هم برسه، بین اجزای شدید و پیوستگی پدید. اول نکته ای که من بدون مجامله و تعارف عرض میکنم این است که هر دانشجوی نظر بنده، هر یک از طلاب و یک از دانشجویان که قصد میکنن فلسفه بخونن، به نظر من آمادگی برای فلسفه خوندن ندارن. فلسفه خوندن قبل از هر چیز یک نوع آمادگی به حیث روحیه میخواد. من بسیاری از افرادی رو که مشتغل به فلسفه هستن به نظرم میاد که مشتغل به کاری هم که ازش ترسی در نخواهم برد، چون روحیه متناسب با فلسفه هم روحیه خواهد. درست همونطور که مثلا بدن من الان به اقتضای سنم یک نوع صلابت و خشکی پیدا کرده که من دیگه نمیتونم سیگنال بشم، به خاطر اینکه اون قدرت تحرک و اون قدرت جبلان و به تعبیر شما جبوترها قدرت مانور دیگه در اختیار بدن من نیست که من بتونم در واقع یک جیمناستار ماهری بشم. خیلی ها هم هستن که واقعا ذهنشون اون قدرت مانوری را که برای کار فلسفه لازمه نداره، برای اینکه قدرت مانور که ذهن انسان اولش به روحیه مانوری. بعضی روحیه ها به نظر من باید از اول بدانند که اهل فلسفه نیستن و به دنبال فلسفه نرن. من بارها گفتم که برای هر کاری و هر رشته علمی و عملی که آدم میخواد در پیش بگیره، سه تا عامل آدم باید در نظر بگیره و این سه تا عامل رو به همین ترتیبی هم که عرض میکنم به نظرم باید در نظر بگیره. حالا چه رشته های علمی باشه که آدم نمیدونه، روانشناسی بخونه یا فیزیک بخونه یا ریاضیات بخونه یا کلام، و چه رشته های عملی که مثلا نمیدونه که بره فرض میکنم دنبال معماری یا دنبال مجسمه سازی یا دنبال تعمیر رادیو تلویزیون، فرق نمیکنه. چه در رشته های علمی و چه در رشته های عملی آدم باید این سه تا عامل رو به این ترتیب در نظر بگیره. اول عامل به نظر من ذوق و سلیقه خودش هست، یعنی انسان باید ببینه که اگر لوخلیه و طبع اهلی بود، یعنی اگر فشار از کار عمومی نمی بود، اگر جوهایی که در اطراف انسان پدید میاد نمی بود، اگر خوشایند و بدایند به پدر و مادر و خواهر و برادر و دوستان و نزدیکان نمی بود، و اگر حیثیت های اجتماعی علوم مختلف و معارف مختلف نمی بود، اگر از همه اینها صرف نظر می کرد و فقط بر اساس ذوق و سلیقه‌اش انتخاب یک رشته بکنه، چه رشته انتخاب می کرد؟ این خیلی خیلی اهم است. ما اکثریت یا به دلیل
جذب کاذبی که در اطرافمون وجود داره انتخاب رشته میکنیم یا به دلیل اضطرار و ناچاری و هر دوش غلط. جذب افکار عمومی مثلا به زبان خیلی ساده بخوام عرض بکنم به این صورت جذب افکار عمومی میگوید که شاگرد اولهای هر کلاس دبیرستانی باید میبرن رشته چی بخونن؟ مثلا ریاضی فیزیک بخونن، باید برن رشته مثلا در رده برتر یا در همون رده مثلا تجاری بخونن. دیگه رشته فرهنگ و ادب مال کسانی که از حد متوسط هم حتی اهل نظر ضعیف‌تر. از این نظر این جذب کاذب باعث شده که دانش آموز بسیار قوی در دبیرستان به خاطر اینکه شاگرد اول کلاس بشونه پدر و مادر و خاله و دایی و عمه و عمو و دوست و همه میگن که این باید رشته ریاضی فیزیک بخونه چون شاگرد اول مدرسه شون، با اینکه فی‌الواقع اگر به حال خودش میخواستن بگذارنش میگفت دوست داشت مثلا ادبیات ها دوست داشت که فلسفه کنه، ولی خب به خاطر اون جذب یک اشتهای کاذب در ایجاد میشه. همینجوری جذب کاذب هم اشتهای کاذب ایجاد میکنه. اشتهای کاذب اشتهایی که واقعا من احساس نیاز میکنه ولی کاذب نمیکنه. بعد میاد میره مثلا ریاضیات میخونه و بعد از این مدتی میبینه که نه در درون احساس آرامش میکنه و نه در بیرون میتونه خدمت متناسب با رشته رو به جامعه خودش عرضه کنه. من تجربه که مثلا در مورد شخص خودم داشتم اتفاقا همین بود. ما به خاطر مثلا حالا به اصطلاح شاگرد اول بودیم ها همه به اون گفتن که شما رو دیدش ریاضی بکنیم. خب رفتم ریاضی هم خوندم، بعدم رفتم رشته مهندسی تو دانشگاه مهندسی مکانیک. انصافا هم قوی بودم، یعنی جلو میرفتم، شاگرد اول هم بودم که بودش مهندسی بکنیم، اما علاقه هم به علوم انسانی بیشتر. حالا یکی سیده که بنده از یه وقت جبر میشنه این جبر کاذب به اطراف خودش نه یکی هم هست ندیده قدرت اراده ای هم نداره که این جبر کاذب بشنه. ما اکثر انتخاب رشته هامون این جبر کاذب یه دلیل یک بخش دومی از ما هم خب به دلیل اضطراره هیچ چه قبول نشده این وقتی یعنی اگر این شده یه قبول نشده این وقتی اون بشه اضطرار هم هست، ولی واقعیتش که هر دو خطا. حالا من نمیخوام وقتی شما رو با تفاصیل این مطلب بگیرم جاهایی گفتم، اول عامل و فاکتور مهم به نظر من ذوق و سلیقه خود شخص آدم باید خودش رو در خلأ فرض بکنه. دیگه اگر نمیدید جنسیت های اجتماعی، اگر نمیدید فشار پدر و مادر و خویشان و اقوام، و اگر هیچ امر دیگری نمیدید و من بودم فقط ذوق و سلیقه خودم دنبال فرشته بودم، خب وقتی با این عامل اول شما علج بکنید خب بسیاری از علوم میرن بیرون، یه علوم دیگه میمونن. این قربان شما هنوز میدن که این علومی که میدن که همه شما احساس ذوق و سلیقه موافق خوشتون میاد. حالا تو این علوم بر اساس چه عاملی دستی گزینش بزنید؟ بر اساس عامل دوم و اونم قدرت نقضی و دماغیه. آدم ممکنه به رشته خیلی علاقه داره ولی شیشش مقبولش رو نداره، توجه میکنه ذهنش اونقدر کارایی نداره. اینه که تو این علومی هم که همه شون به یکسان متعلق ذوق و سلیقه و خوشایند شما هستن بر اساس عامل دوم دست به کار بزنید. خب عامل دوم هم اومد تو کار رو یه مقدار از علوم دیگر رو هم حذف کرد. حالا مونده یه 5 تا 4 تا 3 تا نمیدونم ان تا علم دیگه. اینجاست که بر اساس عامل سوم و اونم عامل نیاز جامعه هست. فقط تو این عامل سوم هم هست که دیگران میتونن به شما کمک بکنن، مستشاران و کارشناسان و صاحب نظران و اساتید و اینها میتونن به شما کمک بکنن. تو عامل اول دوم هیچ کسی به شما نمیتونه کمک بکنه چون شما اعرف به حال خودتون هستید از هر کسی باشه میکنید. حالا بنده اینو میخوام عرض کنم که کسانی که فلسفه رو انتخاب میکنن به نظر من باید یه روحیه خاص که اگر این روحیه رو ندارن دل معطلن و دل معطلن به معنی جدید کلمه یعنی خودشون تا آخر عمر خودشون وجدان آرامی ندارن، یعنی حس میکنن که خودشون آویزان میدارن به چیزی که تعلق قلبی و اون چیزی
و اون روحیه ویژگی هایی داره، اون روحیه مناسب برای فلسفه و مهمترین ویژگیش فرض میکنم که سر سپردن به حقیقت هست. لاغه اگر کسی عاشق افکار و نظرات خودش، این به درد فلسفه نمیخوره. اگر کسی عاشق آرا و نظرات از میکنم که فرقه خودشه، نهله خودشه، گروه خودشه، این به درد فلسفه نمیخوره. کسی به درد فلسفه میخوره انصافا که فقط و فقط عاشق حق، حتی عاشق افکار خودش هم نمیخوره، یعنی حاضر باشد در اولین فرصتی که حق براش معلوم شد و معلوم شد افکار بعدیش باطل بوده، در همون لحظه دست از اون افکار برد. من همیشه از این تمثیل استفاده میکنم. انسان ارتباطش به نظر من با حقیقت اینجوری باید باشه. شما یه دوست رو در نظر بگیرید، بسیار بسیار به او علاقه مند، ولی مثلا 20 سال بوده که اون رو دیگه ندیده بوده، در مسافرت بوده در جا. الان وقتی به او برخورد میکنید اصلا دیگه سر از پا نمیشنید، با هول و بلع و هزار شیفتگی و حتی هزار شتابکاری و ندانمکاری خودتون رو پرتاب میکنید تو عرض میکنم آغوششون، در آغوششون از شدت محبتی بشه. ولی در این حال حالا فرض کنید در همون لحظه ای که در آغوشش قرار گرفتید، از یه طریقی به شما خبر دادن، یعنی از یه طریقی مطلع شدید که یه بمبی که همین الان منفجر میشه ایشون به کمرش بسته، ایشون تو عرض میکنم جیبش داده و میخواد شما رو از بین ببره. شما هیچ وقت نمیگید که منی که با این شور و شعف اومدم بغل این، حالا دیگه زشته که به سرعت فرار کنم. میگید یا دیگه باید همینجور بمونم مثلا، یا اگرم میخوام از اون بگریزم آهسته آهسته بگریزم. من که استدلالی شخص میکنیم نه دیگه. نمیگید که من میباید به برای این که اون شور و شعف اولیم عرض میکنم که این اکاس بد برام ایجاد نکنه یواش یواش برم. نه خیلی، به همون سرعتی که رفت این تو آغوشش، به همون سرعت و بلکه سریعتر از اون خودم از آغوشش چه میکنی؟ بیرون میکشی، توجه میکنی. اما این که بگم که آخه نزیست مردم بگم اون بغل کردن چی بودی، فراد کردن چی، این حرفا رو نمیزنی. شما فکر جان خودتون رو میکنی. من واقعا اعتقادم در اینه که انسان میخواد حقیقت با این بیرون. آدم تا وقتی یه علف به اصل میره، یه گزاره این رو حق میدونی، باید دست در آغوشش باشه، به هر قیمتی هم از اون علف به اصل، از اون گزاره، از اون قضیه دفاع کنی تا وقتی حقش میدونی. و به هیچ وقت هم دست از اون بر نداره، نه به خاطر قدرتی، نه به خاطر شهرتی، نه به خاطر محبوبیتی، نه به خاطر ثروتی و نه به خاطر هیچ امر دنیوی دیگری. آدم دست از حق نباید برداره. اما در این حال به محض این که یک برهانی اقامه شد و این برهان نشون داد که این علف به اصل که شما تا الان گمان میکرده این حقه، این مطابقه با واقعه، معلوم شد که نه، باطل بوده، مطابق با واقعه نبوده، باید سریعا و سریحا دستش برد. دیگه من نباید بگم آقا سرنوشت من گره خورده به سرنوشت این علف به اصل، من 20 سال دیده داشتم دم از این علف به اصل میزده هم، حالا ولو معلوم شده باطله، برای خود دیگه گذشتم و چی کار کنم، آبرون میره، حیثیت هم از دستم میره، حرفا نیست. من به همون سرعتی که توجه پیدا میکنم به این که این برهان قدیم و قدیمی که الان اقامه شد، این نشون میده که حرف من که 20 سال دیده داشتم میگفتم باطل بوده، من باید هم سریعا و هم سریحا، سریعا رو به این معنی عرض میکنم که آدم باید با اهتمام بکنه که به همه کسانی که اون علف به اصل قبلی شده تونده، به همه شون برسونه که آقای علف به اصلی که من به شما گفتم به این دلیل نادرست. هر که یه همچین روحیه داره، این برای فلسفه مستقیم که عاشق فقط حق لاغه و هر چیز غیر حق را هم اگر بهش دل بستگی داره، چون مصداقی از حقش یافته
و هر چیزی رو هم که ازش گریز و نفار داره به دلیل اینکه مصداق باطنش یافته است. خب یه همچه روحیه درسی هست، یه همچه روحیه اول علامتش میدونی چیه؟ اینه که آدم عاشق افکار خودش هم هست. خیلی مهم که آدم عاشق افکار خودش هم هست بگه این فکر منی تا وقتی که مطابقه با واقع میدینمش عاشقش هستم، به وقتی من میشدیه مطابقه با واقع نیست دست از فکر خودم هم برمیدارم. من اینجا ندادم جایی از فکر خاصی ابدالآباد دفاع کنم، یا عرض میکنم که فکر خاصی رو هم ابدالآباد بهش حمله کنم و هجوم ببرم. نه خیر، من یه همچه روحیه دارم. این روحیه در اکثریت ما نیست. ما که میگم نه، این منظورم این جمع دوستان نیست، در اکثریت ما نوع انسانی، ما افراد این نوع نیست. ما بت‌هایی داریم که اون بت‌ها رو می‌پرستیم و یکی از این بت‌ها فکرهای خودیم. خب این برای فرض می‌کنم فلسفی مناسب نیست. فیثاغورس اندیشمند معروف یونان قدیم یه تمثیل خیلی زیبایی داره. فیثاغورس می‌دونی نخستین کسی بود که لغت فلسفیا رو فیلسوف رو ابداع کرد. حالا چه میکنید برخلاف برزان که گفتن که ارسطو فیثاغورس در آثارش مجموع آثارش گردآوری شده، آثار فیثاغورسیان و خود فیثاغورس اولین بار لغت فلسفیا رو ایشون به کار برده است. ولی میگه که من لغت فلسفیا رو به چه معنا به کار میبرم، برای اینکه کاربرد این لغت رو بگه یه تمثیل خیلی عالی خیلی میگه شما مسابقات ورزشی رو در نظر بگیرید که تو ورزشگاه های آتن و یونان برگزار میشه. میگه سه دسته میدن به دیدن این مسابقات ورزشی. یک دسته کسانی هستن که خودشون بازیگرانه هم، مثلا فقط یه مسابقه فوتبال ها رو در نظر میدن، یه مسابقه فوتبال در نظر بگیرید، یه دسته این 22 نفری هم که تو صحنه میدان فوتبال هم. میگه این افراد، این 22 نفر مثلا حالا با مثال بنده، اینها در طی حیثیت اجتماعی هست، اینا میخوان از طریق پیروزی حیثیت اجتماعی کسب بکنن. اینو یک دست، یعنی در واقع مسابقه را وسیله قرار دادن برای رسیدن به حیثیت اجتماعی. این یک دست. یه دسته دوم هم ایشون میگه که دست فروشان هم دوم جن فروشان و حالا مثال من بزنم اینایی که آدامس و بستنی و جوراب و عرض میکنم اینا میفروشن، اینا هم بهترین بازار رو پیدا میکنن، چون من این انبوهی که اینجا وجود داره حالا خوبه. حالا جمع کنید، اینا میان و میخوان که سربت بده، اینه که میان دو بساطشون و اطراف این میدان و ارزش پهن میکنن و جنس خودشون هم میفروشن، از این ازدهام استفاده میکنن. یک دسته سوم هم میان تو این ورزشگاه و اون چی هستن؟ تماشاچی هستن. تماشاچی نه به دنبال حیثیت اجتماعی که خود ورزشگاه به دنبال اونه و نه به دنبال ثروتی که اون فروشندگان به دنبال اونه. تماشاچی فقط میخواد ببینه زید برنده میشه یا امر، حسن پیروز میشه یا حسین. هیچ فرض دیگری نداره، یعنی از این که میداند حسن برنده شد نه حسین سودی نمیبره. توجه میکنید، از این که میبینه جای قالب اومد و عرض میکنم که امر مغلوب، هیچ حیثیت اجتماعی کسب نمیکنه، ثروتی هم کسب نمیکنه. او فقط میخواد حق رو ببینه، ببینه این قیم تریخ بازی یا این. فیثاغورس میگوید که مردمی که به جهان هستی میاندن همین شده. یک دسته کسانی هستند که همه چیز رو برای حیثیت اجتماعی میخوان. حیثیت اجتماعی یعنی نمود من پیش شما ها، نبوده من، نمود من. یک دسته کسانی هستند که فقط به دنبال مادیگر هستند. یک دسته به دنبال این هستند که ببینن حق چیست جهان. ایشون میگه من به این دسته سوم میگم فلسفه. به کارشون میگم فلسفه یا به خودشون میگم فلسفه، یعنی فیلسوفی. یعنی کسی که نمیخواد حقیقت رو نردبان حیثیت اجتماعی بکنه و نمیخواد نردبان ثروت رو بکنه، فقط میخواد ببینه حق چیه. ما میگه اینا ناظران بیشتر هستند،
یه ناظر بی‌طرف هم توجه می‌کنید. ایشون میگه من به هر ناظر بی‌طرف جهان هستی، به تعبیر خودش عرض می‌کنم که نوترال سکیولیتی، من به هر ناظر بی‌طرفی میگم سوز. و از این نظر به گفته خودش بسیاری از کسانی که در مدارس فلسفی دارن تحقیق میکنن به این تعریف نیستن، و بسیاری از کسانی که به عمرشون یک هزار کلاس فلسفه ندیدن به این معنا که هستن در واقع فیلسوفن، چون حق رو فدای چیز دیگری نمیکنن، فقط دنبال حق. اون وقت بعد از وقت ایشون تفصیل میده که من وقتی شما رو به این مساله نمیدیم، مفصل میده که یک همچین انسانی علامتش هم اینا اماراتی داره این همچین انسانی. حالا من درست کنم که من این سخن شغولت رو در واقع خیلی بشین صافان قائلم و اعتقادم بر اینه که اگر به هر چیز رأی خاص دل بستگی داریم، برید در واقع به دنبال این کاری دیگر توجه میکنید. هر که فقط به حق دل بستگی داره باید بیاد، حتی هم امر رو جدی بگیرم و شکر رو برزده خودم هم عرض می کنم قضی بگیرم، حتی تعلقات دینی و مذهبی. ممکنه این حرف خیلی گرون تموم بشه برای دوستان، یا لااقل برای خود من که اینو میگم گرون تموم بشه، ولی بنده اینو میگم. ببینید ما اسلام رو هم که ازش دفاع میکنیم فوق حق نمیشه. من همیشه گفتم ما حتی اسلام رو هم چون مصداق حق یافته این ازش دفاع میکنیم. معنیش اینه که عاشق چشم و ابروی خودش نبوده، عاشق چشم و ابروی حقه، ولی چون اینو مصداق حق یافته این ازش دفاع میکنیم. یعنی حتی حق فوق ادیان و مذاهبم هست، فوق دین و مذهب خود منم هست، توجه میکنیم. و معنیش اینه که من در واقع حتی تعلق خاطرم به دین اسلام، به اسلام مثلا شیعی هم، اونم باز به همون انگیزه فیلسوفانه هست، به خاطر اینکه دیده هم هست. و این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که حتی عند تعارض دین شخصی با حقیقت هم، اگه این هم تعارض پیش اومد، قضیه شخصیه در واقع به درستی رابطه لزومیش درسته ها، نباید حتما مقدمش محقق بشه. میگم اگر تعارض بین دین و مذهب من با حق حاصل اومد، من وقتی فیلسوفم که جانب حق اگر تعارض، من گفتم تعارض پیش میاد، میگم اگر تعارض پیش اومد بین دین و مذهب من و حق، فیلسوف کسی که حق رو فدای دین و مذهب خودش هم حتی نمی کنه، چون میگه من فقط امضا دادم که طرفدار حق باشم، این امضا رو با وجدان خودم با روحیه خودم دارم. خب هر کی یه همچین انعطافی در روحیه داشته باشه، وقت در ذهنم مثل های ذهنیش انعطاف پذیر هست، یعنی میتونه در هر استدلال حرف بزنه، میتونه در هر استدلال نه توجه میکنه. این ویژگی اولی. ویژگی دوم که لازمه یه همین اولی اینه که ما یک بار برای همیشه باید مناسب بکنیم که هیچ انسانی همه سخنان صد درصد بر باطل نیست، همینطور که هیچ انسانی هم همه سخنان صد درصد بر حق نیست. حالا شما فوری نگید چهارده معصوم، ما انسانی که در اختیارمون هستن داریم عرض میکنیم، ما خواهی به چهارده معصوم نداریم، توجه میکنیم. انسانهایی که ما باشون زندگی میکنیم در طول تاریخ زندگی کرده ایم و از طریق مکتوباتشون و آثارشون آرا و نظراتشون رو میدونید، هیچ کدامشون صد درصد بر حق نیستن. این نمیشه گفت هر سخنی بر قلم یا بر زبان این جاری شده این حتما مطابق با واقع ده. تمام سخن نمیشه. از اون سو هم به گفته مولانا هیچ انسانی صد درصد در باطل نیست، همه افکارش نیست باطل نیست، توجه میکنید؟ نمیتونم چیزی باشه به شما رو بینید. یه کسی که میخواد جعل اسکناس بکنی که نمیره یه اسکناس دوازده تومن پنج زلی جعل بکن، نجوه میکنید؟ چرا؟ چون آدم جعل اسکناس میکنه برای اینکه این اسکناس جعلی مجبورش رو، این اسکناس بدلیش رو به جای اسکناس واقعی قبول بکنن و باشه بتونه متاع بخره. پس طبعا میباید این اسکناس حتما دوازده تومن پنج زلی نباشه، باید
بیشترین شباهت مقدور و میسر رو با اسکناس‌های واقعی داشته باشه. توجه میکنی؟ وگرنه مشتری نمیپذیره یه اسکناس رو. هیچ وقت کسی نرسه تو ایران یه عرض کنم سکه بیلی شکل چاپ بکنه، عرض کنم زرد بزنه، چون میدونه که خب این فرمش نداره. سخنی که 100% در باطل باشه هیچ کسی نمیزند، ولو با سوء نیت هم بشه، چون ولو سوء نیتش هم محرز باشه، ولی خب میخواد سخنش مشتری عرض میکنم بپذیره سخنش رو. سخن 100% باطل رو هیچ مشتری نمیپذیره. توجه میکنی؟ به گفته مولانا میگفت که پس دروغ از راستی گیرد فروغ. دروغ چقدر مشتری پیدا میکنه؟ هر دروغی به میزان شباهت بیشترش با راست مشتری پیدا میکنه. هر چه بخواد دروغتون مشتریش بیشتر باشه، باید شباهتش به راست بیشتر باشه. پس دروغ هم تمام فروغ خودش رو از راست داره. حالا بنده به همین ترتیب عرض میکنم که فروید میگفت چیم؟ فروید میگفت که تمام سوائق ما مادرشون سائقه جنسی. بنده عرض میکنم که اگر سائقه جنسی در زندگی هیچ رولی نمیداشت، هیچ نقشی نمیداشت، یعنی صفر بود، به نظر شما فروید هم تحصیل میزن که بگه 100% ما تحت تأثیر لیبیدو هستیم، تحت تأثیر عرض میکنم اروس هستیم، شهوت جنسی هستیم؟ نه، چون این مثل این بود که یک کسی بگه ما عرض میکنم که سگ شاخدار دیدیم، نمیپذیرش کسدش. وقتی میبینیم سخن فروید پذیرفته میشود، به دلیل این که 1% از تأثیر رو همین لیبیدو، همین اروس در زندگی ما داره. خطای فروید اینه که این 10% رو 20% و 30% رسونده به چند درصد؟ 100%. ولی اگر این 20% واقعی وجود نمیداشت، هیچ وقت سخن فروید طرفدار پیدا نمیکرد. سخن فروید هم به میزان شباهتش به اون حق خریدار پیدا میکرد. یا مثلا اگر واقعا منافع طبقاتی وجود نمیداشت، اگر منافع طبقاتی در هیچ موضع گیری هیچ انسانی اثر نداشت، هیچ وقت مارکس نمیتونست این ادعا رو بکنه. این که ماکس این ادعا رو میکنه و با این همه طرفدار پیدا میکنه، به خاطر میزان شباهت نظریه‌اش هست با چی؟ با واقعیت. منتها منافع طبقاتی ممکنه تو زندگی عملی ما 10% نقش بازی میکنه، ایشون 10% میتونه به چند درصد؟ به 100%. ولی اگر این 10% نمیبود، محال بود ماکس هم چیزی از ذهنش بیرون بیاد. ولی با هزار سیاریت به خاطر اینکه مشتری جذب نمیکنه. ما اینو واقعا باید بفهمیم که همه سخنان یک شخص نمیتونه نادرست بشه. هر سخنی هر چقدر هم باطل به نظر بیاد، نفس این که ارائه شده است، عرضه شده است بر ما آدمیان، نشون میده که حقیقتی درش هست. نهایت هم که مستدل میخواد این حقیقت 2% رو برسونه به 5% بشه، به 100%. این حقیقت 5% رو برسونه به 100%. خب اگر اینطور باشه که هیچ انسانی 100% همه سخنانش تا بیخ و بن درست نیست، هیچ انسانی هم 100% و همه سخنانش تا بیخ و بن نادرست نیست، وقت این معناش نیست. نمیشود هیچ سخنی رو تقلیدن قبول کرد و نمیشود هیچ سخنی رو بدون تحقیق رد کرد. غیر تحقیقی جمعش نقد. نقد یعنی جمع این دو معلم. وقتی میگم فلان کسی نقاده، یعنی این مؤلفه رو در خودش جمع کرده که هیچ سخنی رو تقلیدن قبول نمیکنه، هیچ سخنی رو هم من غیر تحقیقن رد نمیکنه، بلکه هر سخنی رو میگه این سخن مثل هر سخن دیگه درصدی از حقانیت درش هست، درصدی هم از بطلان. و سخنان تفاوتشون در درصدهای حقانیت و درصدهای بطلانشون، یه سخن 90% حق 10% واقعه، یه سخن 10% حق 90% واقعه، یه سخن 50% حق 50% واقعه، 40% 60% هم سال داره. و چون هر سخنی احتمال این که یک بهره از حقیقت باشه هست، و از اون طرف چون هر سخنی احتمال این که اطلاع به یک خطا درش صورت گرفته باشه هست، پس من هر سخنی رو باید بدون به این که بدونم چی گفته است
این سخن رو در ترازوی نقد بیارن. در ترازوی نقد بیارن یعنی دقت بکنن که تا اونجایی که قوای ذهنی به اجازه میده نقاط قوت و نقاط ضعفش رو ببینن. خب این نقادی خودش لازمه این سومه روحیه فلسفی رو ایجاد میکنه و اون این که فقط به سخنان برمیدارسته میشه، نه از میکنم که به این که سخنی چی گفته است توجه میکنیم. ما واقعا اینجوری نیستیم. من زیاد در کلاس تجربه دارم میگه، هم فلسفه اسلامی میگفتم هم فلسفه غرب، وقتی که دارم حرف کردن متعلقی رو نقل میکنم همه خیلی آرام میشستند و با سمع قبولم میپذیرند و همه اگه تا گفتن که این سخنی که میخوام بگم سخنی از اسپینوزا، سخنی از فرض فرمونی که یاستر، سخنی از مثلا فلان فیلسوف دیگه، وقتی انتظار در اینه که از اول به صورت خصمانه با سخن مواجه بشید، چون واقعا ما به این توجه میکنیم که گوینده چیه. تا میفهمیم گوینده از قاطبه خود ما هست یه تفاهم و سهلنگاری ذهنی پیش میکنیم در دباره بید، و تا میفهمیم بیگانه هست فوری زرزدین رو میفهمیم که اگر اندش خطایی هم هست حتما این خطا از ما فوت نشه، ببینیمش که برسه به اینکه آبرانیسمانش بکنیم، بزرگش بکنیم و بگیم آقا این از چه حرفایی میزنن. با اینکه یه آدم فیلسوف اصلا باید توجه کنیم نکنه سخن مال چیه، بگه آقا سخن رو من خودش باید ببینم، مثل خود حضرت علی بن ابی طالب سلام الله علیه که میفرمود خوارج کلمات حق این یرادو به حل باطل گفتن، نمیگفت سخنشون حق نیست، میگفت با اینکه یرادو به حل باطل سوء نیت دارن ولی اصل سخنشون حق، یعنی میتونم قبول بکنم من علی که افرادی باشن سوء نیت هم داشته باشن ولی خود سخنشون کاملا حق باشه. حالا تو فرض کن اسپینوزا آدم سوء نیت دار هست، با اینکه فی الواقع اینطور هم نیست، فرض کن کانت یه آدم سوء نیت دار، ولی صرف اینکه سوء نیت داشته باشه دلالت بر این نمیکنه که سخنش باطله. بسیاری انسانهای با سوء نیت سخن حق گفتن و بسیاری انسانهای با حسن نیت سخن باطل گفتن. توجه میکنید این که معروف هم هست به ائمه ما نسبت داده شده از جمله به حضرت علی بن ابی طالب، اگه مال ائمه ما هم نباشه به نظرم سخن درست بشه. لا تنظروا الی منقار ولکن انظروا الی ماقیل، با اون چیزی که گفته میشود باید نظر کرد نه اون چیزی که میگوید. خب این روحیه در ما باید واقعا وجود داشته باشه. و باز این هم به نظرم میاد که یه مقدار عرض بکنم که در ما متاسفانه ضعیف. یه مسئله دیگری که باز لازمه یه همین روحی فلسفی هست و عرض میکنم که دوستانم رو از عدود بکنن اینه که باید توجه بکنن به این که ما ختم سخن فلسفی نداریم، یعنی ما خاتم الانبیا داریم، خاتم الاولیا داریم، اما ما خاتم الحکما و الفلاسفه نداریم. توجه میکنیم اساسا در زمین علوم بشری سخن از خاتم و خاتم عرض میکنم علما نمیشه گفت، علل خصوص علوم عقلی. این که میگم علل خصوص علوم عقلی در مقابل علوم تجربی میگم، علل خصوص علوم عقلی ما نمیشه بگیم آقا این سخن ختم سخن، این سخن رو دیگه احدی نمیتونه بیاد و در مقابلش قد علم بکنه. توجه میکنید این هم یه نکته مهمی. حالا من کار به بحث‌های کانت ندارم در این باب، چون گفت اصلا پرونده هیچ مسئله فلسفی مخدومه نمیشه، هیچ پرونده مسئله فلسفی نیست به جوه و ابدالآباد جواب این مسئله معلوم شد و دیگه این پرونده گشودنی نیست. من کار به اون سخن کانت هم ندارم که اون با یه مبانی معرفت شناختی این سخن خودش رو مدلل میکرد و حق هم میگفت به نظر بنده، اما در این حال اینو میخوام عرض بکنم که شما تجربت ما مینشون میدید، حالا کار به مبانی معرفت شناختی نداشته باشید تجربه شما همین نشون میده. حالا جمع میکنید، یعنی میخوام بگم سخن کار یک استدلال پیشینی داره، ولی شما از اون استدلال پیشینی هم صرف نظر بکنید استدلال پسینی داریم ما برای معنی. شما خود تو تاریخ فلسفه اتفاق شده شدید، حالا جمع میکنید خود شما تو همین تاریخ فلسفه خود ما ببینید، خب به خود ما گفتند و درست هم گفتند، گفتند که در زمان فیلسوفان مشاع مسئله اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت در فلسفه ما طرح نشده بوده. خب درست هم هست همین میگن طرح نشده بوده، ولی میگن با توجه به سایر مسائلی که فیلسوفان مشاع ما گفتند
ما میدونیم که اگر در زمان اونها این مسئله طرح میشد، اونا طرفدار چی میشدن؟ اصالت وجود. بسیار، این یک اصالت با وجوده و ماهیت اعتبار. شیخ اشراف حدید اومد و اومد گفت که اصالت با ماهیت و وجود اعتبار. خب این نظر شد، این نظر شیخ اشراف موافق پیدا کرد و مخالف پیدا کرد و بزرگترین فیلسوف بعد از شیخ اشراف و قبل از فضل متعلقی یعنی میر داماد هم اتفاقا قائل به همین بود، قائل به نظریه اصالت ماهیت. درسته. و خود فضل متعلقین خود ما هم ایشون هم در ابتدای بحث خودش میگه چی؟ میگه من در اون فوان شبابم کنت شدید از ضد از همین نظریه، از همین نظریه اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود، تا بعد میگوید که بله بالاخره خدا نور در قلب من تابان تو بالاخره فهمیدم که اصالت از آن وجوده و ماهیت اعتباری. خب باز رأی خلاص شد، باز متبدل شد. شما ممکنه اگر در زمان شیخ اشراق زندگی میکردید به خاطر عظمت شیخ اشراق خود تو واقعا این فکر برده پیش بیاد که دیگه اصالت وجود چی شد؟ ابدالآقا افتاد شد، دیگه افتاد شد که اصالت از آن ماهیت. ولی بعد صدوم تعلیم، بعد از صدوم تعلیم اگر شما هست توجه به صدوم تعلیمی میکرد با توجه به عظمت که ایشون داشت، ایش خود میگفتی دیگه اصالت وجود دیگه محال جزیاری به سیدم از اصالت ماهیت توجه کنید. ولی مدتی نگذشت بعد از همین ایشون شیخ احمد احسایی فضل نماز محمد گفت اصالت از آن وجود است و ماهیت. حالا شما با شیخ احمد احسایی هم تمام میگن نگید که آقا این کجا و صدوم تعلیم کجا. اولا شیخ احمد احسایی آقا به خاطر کاری که اخلاق کردن اونو محافظه نکنید، از طرز تفکری که ایشون داشت بعدها یه فرقه به نام شیخیه پدید اومد و از شیخیه فرقه بابیه و از بابیه بهاییه پدید اومد. درسته؟ دیگه این حالا همش منحصر نشده ایشون توجه میکنید. شیخ احمد احسایی متفکر بود واقعا، نظرات شاعری هم داره در فلسفه، ولی خب اومد گفت که اصالت وجود و ماهیت و ما هم که میگیم که هذا قول سخی دیدی که چه بابا اون تا به این قول نسیم دیدی این که دیگه وقتا من از خط اقوا. خب بسیار، همون صدر متعلهین و همون شیخ احمد احسایی هم بعد از صدر متعلهین مستقی مکتب فلسفی داشتیم که همه تحت تاثیر صدر متعلهین بودن، مکتب شیراز، مکتب اصفهان و مکتب تهران. این سه مکتب فلسفی رو داریم. در میان همین فیلسوفان این سه مکتب فلسفی هم ما مخالفان با اصالت وجود داریم. تو همین زمان خودمون شما چند تا از مفکران اهل قلم ما مخالف اصالت وجود بودن. دیگه شما میتونید خودتون ببینید دیگه، علامه حائری سمنانی در اون کتاب حکمت بوعلی‌سینا خب مخالف با اصالت وجود مخالف و استدلال میکنه مفصلا، حال درست نادرست چیکار ندارم، ولی استدلال میکنه به نفع اصالت ماهیت. مرحوم میرزا محمود شهابی خراسانی نویسنده رهبر خرد و اندیشمند همین قرنه خودمون همین سالهای اخیر، ایشون در یه رساله‌ای داره از انشاءات دانشگاه تهران به نام رساله بود و نمود، اونم جدید و نوید، در این رساله ایشون اثبات میکنه اصالت و ماهیت. راجعه میکنیم مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی در آخر کتاب عارف صوفیشون باز ادله 11 دلیل میارن در اصالت ماهیت که اصالت از آن ماهیت. توجه میکنید چه میکنه؟ اینه که خب این هم اصالت ماهیت هم باز دوباره کسان قائلانی پیدا کرده. خب البته باز علامه طباطبایی، باز عرض میکنم شاگردان علامه طباطبایی این همه شدید و دفاع هم از عرض میکنم که یکی از اساتید خود بنده در قوم که از من الان هستن جناب آقای فیاضی، ایشون الان قائلن به اصالت وجود و ماهیت معن. خب ایشون ولی ضعیفی هم نیست، حتی من شما میدونید من نواهای دستیش رو دیده ندیدید. خب ایشون از قوی ترین مدرسان فلسفه اسلامی الان توجه میکنید، اطفا تدریس میکنه از میکنم این نهایت تدریس میکنه شفا تدریس میکنه. خب ایشون قائل به اصالت وجود و ماهیت معنه، البته باز نه اون رأی شیخ احمد احسایی نظیر اون رأی، ولی نه دقیقا اون رأی نیست و اون رأی فرق نیست. خب حالا شما بالاخره چیکار میخواید بکنید؟ شما میگید کدوم از اینا خاتم سخنان رو گفتن؟ حرکت جوهری این همین داستان، حرکت جوهری من بارها گفتم مبدع فضا متعلقی نبود. توجه میکنید مبدع حرکت جوهری در واقع هرکلیتوسه،
در یونان قدیمه. منتها بعدها رأی هراکلیتوس به دست عرفا افتاد و عرفا هم همشون قبل از صدر متعلمین، چه عرفای مسلمان چه غیر مسلمان، کار به حرکت جوهری بودن. منتها فرق از مرحوم صدرای شیرازی با خود قدمای خودش اهم از یونانیان و غیر یونانیان در این بود که قدما به حرکت جوهری رسیده بودن، مثل اینکه به شهودی استشمام کرده بودن، اما دلیل نداشتن، دلیل عقلی اقامه نکرده بودن. صدر متعلمین فقط در جهت اقامه دلیل مختصه. سه تا دلیل اقامه کرد بر همون مدعایی که قرنها بود تکرار میشد، شد مبدل آب چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار. این مال مولانا، مال قدمای ما، مال عرفای ما، قبل از صدر متعلمین هم بودن. خب همه حرکت جوهری رو فکر میگه الان برکار میکنی همه قبولش کنن، همه حرکت جوهری تو همه الان که من دارم در خدمت تو هستم مخالفانی داره و جوهی کنید و بعد مخالفانی زنده هم داری کار من میگرد اسم برم. خب اینو مخالف حرکت جوهری هم عوضش همین نظریه تو قرد فلسفه درست کرد به شیدی فلسفه پویشی از آلفرد نورت وایتس و بعدش هم الهیات پویشی به پدید آورد. همین الهیات پویشی و همون فلسفه پویشی که مادرش هم بود، اینا هم الان موافق داره مخالف داره. این که ما به آخرین رأیی که تو عمرمون بهش برخورده اینو بگیم پس نه حتما دیگه خاتمون آرائه. خب این به نظر هم این هست که خطاییه. ما باید توجه به این بکنیم. خب این تجربه تاریخی ما، اون مبانی معرفت شناسی پیشینی هم که کانت اقامه کرده، اون هم که جای خودش اثبات این معناست که ما فلسفه و تو علم اساساً، اگر خصوص در فلسفه یعنی علوم نظری عقلی، ما در واقع پرونده مختومی نداریم برای این مسئله. این هم باید بهش واقعا توجه کرد. یه مسئله دیگری که من میخواستم اینجا باز عرض بکنم و باز اقتضای روحیه علمی و نحوه همین مسئله که الان بهشون عرض میکردم اینه که سلام شما، ما همه وقت باید بدونیم، من جاهایی که هم عرض کردم، ما همه وقت باید بدونیم پیشرفت هر علمی در گروه دو گامه، یکی تخطئه خطاها، یکی تصدیق ثوابها. یعنی هر علمی، حالا چه علم تجربی باشه، چه علم نقلی تاریخی باشه و چه علم فلسفی و صرفا نظری باشه، این دو گام باید برداره. یکی اینکه خطاهایی را که راسخ شده در اذهان و نفوس عالمان این علم، اگر خطاست این خطاها رو خطا بودنش رو برملا کنه و برملا کردن فقط معنیش یعنی مدلل کردن. برملا کردن تو زمینه علم با هیچ هیاهو و شعار و امثالزاده صورت نمیگیره. برملا کردن خطای آراء خطا، خطا بودن آراء خطا، یعنی مبرهن کردن این خطا، نشون دادن این که این رأی خطا. این گام اول. تو هر مسئله ای در هر علمی آراء مختلفی عرض میشه. من به عنوان عالم اون علم یکی از کارهایی که میتونم بکنم اینه که خطاهای اون علم رو، خطاهایی که نفوذ کرده رو بتونم مدلل کنم. گام دوم اینه که خب البته بعد از اینکه نشون دادم که این مسئله ما نحنفی این اقوال خطا، قول ثواب رو به نظر خودم عرض بدم. این دو گام، یکی تخطئه خطاهای تصدیق ثواب ها، حق رو بگم به نظر خودم. حالا یک نکته ای که من خیلی بهش اهتمام دارم اینه که اگر کسی گام اول رو توی علم برداشت ولی گام دوم نتونست برداشت، شما حق ندارید او رو به عنوان مشکک، به عنوان شبهه پراکن، به عنوان کسی که فقط تخریب میکنه قدرت تولید نداره تخریبش. خب چه بکنید کسی که دو تا گام در واقع پیش پاش بوده، یه چون موفق شده برداره وقت باید بگیم و دومی شد موفق نمیشه برداره، نمیتونیم بگیم اولی هم بر نداشت. گام اولی که برداشته. در باب زمان چند تا قول وجود داره؟ خب تو میدونه دیگه نزدیک به 11 قول در باب ماهیت زمان بین قدما وجود داشته. خب حالا اگر من اومدم یه بحثی در باب زمان گرفتم مثلا فلسفه تصویری، اومدم گفتم آقا این قول اول این سه تا اشکالش وارده، قول دوم این پنج تا اشکال، قول سوم اون هفت تا اشکال، قول چهارم این دو اشکال، قول پنجم این یک اشکال، و بالاخره این اقوال و همه‌شو تخطئه کردم. بعد شما از من پرسید که فلان کرد، خب پس ماهیت مکان، ماهیت زمان چیه؟ اگه بنده عرض کردم من نمیدونم، شما اگه تو خب اگه نمیدونه پس این وقت تخریب کرده شده
توجه میکنید؟ هیچ تخلیصی کردم، کم خدمت شما کردم که لااقل خطاها رو به شما نشون دادم؟ این کمه؟ کم خدمتیه؟ این که خطا رو برملا بکنم این جنایتی یا خیانتی یا نه؟ از این طرف خدمته، خب این رو خدمته. حالا دیگه اون وسع ذهنی رو ندارم، اون قوت دماغی رو ندارم که حالا که خطاهای این 11 تا قول رو در باب ماهیت زمان نشون میدم، بتونم بگم خودم هم رأیم در باب ماهیت زمان این گناه که نکردم. حالا چه میکنم؟ کسی که تو تا پله چهارم نردبان میتونه بره ولی تا پله چهلم نمیتونه بره، نمیتونم بگم این چهار تا پله هم نرفتی بالا. خب میگه رفتی بالا دیگه. توجه میکنید؟ اینه که بعض وقتا برخورد ما واقعا به لحاظ هم اخلاقی و هم به لحاظ علمی سیاست ساله نیست با دیگران، به این لحاظ که به نظر اونه که دیگری فقط تونست آرا رو رد بکنه، خودش بدیل نتونه. نظیر همین خطای خطای دیگری و اون که ما جمع بکنیم که در زمینه علم قول ثواب قولی که هیچ اشکال بشواره نداشه. البته به لحاظ آرمانی همینطوره، توجه میکنید، ولی به گفته عالمان علم تجربی این یک ترم تئوریکه، در واقع یک مفهوم عرض میکنم که ایدئالی. البته به صورت آرمانی و کمال مطلوب همینطوره، قول خط ثواب قول صحیح، یعنی قولی که هیچ خطایی درش نباشه، هیچ اشکالی بهش وارد نباشه، کمال من. و ما هم دائما باید تلاش بکنیم بعد رسیدن به اون، ولی در این حال در مقام عمل ما به نوزفی هستیم در بسیدن، اینه که باید توقع خودمونو در مقام عمل بیاریم. در مقام نظر همیشه همون قایت بسوار باید مد نظر این بسید، اما در مقام عمل نیست. در مقام عمل اگر توی مسئله فلسفی پنج تا قول میتونیم، به یکی از این پنج تا قول هفت اشکال بارید، به یک چهار تا اشکال وارده، به یک سه تا اشکال وارده، به یک دو تا اشکال وارده، به یک دیگه فقط دو تا اشکال وارده، به یک هم یک اشکال وارده. تا وقتی که اون مسئله به قولی نرسیده این که هیچ اشکالی بهش وارد نباشه، تا وقتی به اون نرسیده این در میان این اقوال بازم خلوی باید اتفاق بکنه، من همون قول یک اشکال اشکال نه که وقتی خودی اشکال اشکال درسته. اگر من وقتی که مواجه می شدم با قول بلا اشکال بازم می رفتم سراغ قولی که یک اشکال بهش وارده، خب البته با تخته هم می کردیم، اما وقتی که قول بلا اشکال هنوز به منصه ظهور نرسیده و منم همین اقوال که یکیش هفت اشکال داره، یکیش پنج داره، یکیش چهار داره، یکیش سه داره، یکیش دوتا، خب البته اونی که از همه کم اشکال تره رو من اتخاذ می کنم. توجه میکنید؟ شما نباید من بگید که آقا قول خودت هم اعتراف خودت میکنی که بهش اشکال وارده. میگم بله اعتراف میکنم بهش اشکال وارده. میگه پس چرا اعتقاد کرده؟ جواب اینه که چون دیدم از میان سایر اقوال در دست و کم اشکال ترین قول اینم نکته میگه و اینم خودش نکتیش دسته ایم، این که ما بتونیم در هر زمینه تعداد خطاها و اشکالات رو کم بکنیم ولو نرسیم به خیلی، ولی میل به صفر بکنی خیلی خوبه. بله از وقت خیلی خوب بود اگر یه قولی بگه میشه که اشکالی اشکالی نمونی که خیلی خواهد. یه نکته دیگری که من میخوام بگم، معامله ای که ما با آرا و نظرات میکنیم نباید معامله ای باشی که با اشخاص میکنیم، به این معنی که اشخاص به خاطر کبر سنشون مورد احترام، ولی ما متاسفانه خیلی اقوال رو به خاطر کبر سنشون مورد احترام میکنیم، چون عمری بر این قول گذشته. توجه میکنید؟ میگیم آخه این قول اگه عیب داشت که هزار تا فلاسفه بر این قول مصر نمیماندن. توجه میکنید؟ دو هزار سال مصر نمیماندن. این که بالاخره دو هزار ساله که میگن آقا جوهر و عرض وجود داره و نظام عالم نظام جوهری عرضیه، این معلوم میشه که نظام عالم حتما نظام جوهری عرضیه، چون بالاخره 2000 سال فلاسفه دارن میگن نظام جوهری، از زمان ارسطو میگفتن. توجه میکنید؟ خب وقتی 2300 ساله که گفته میشه نظام عالم نظام جوهری ارسطویه، لابد نظام عالم نظام جوهری ارسطویه. توجه میکنید؟ این میدونی توجه نکردن به دو تا نکته بسیار ساده است. من بارها گفتم بزرگترین خطاهای انسان مال توجه نکردن به امور بسیار پیش پا افتاده است.
اون رو نکته بسیار ساده که هر وقت من بگم اصلا شما خندتون میگیره از شدت سادگیش، ولی خودتون میدونید که برای بی‌اعتبار کردن همین رأی همون رو نکته ساده شکایت میکنه. مطلب نکته اولی که هر قولی اولین باری که رد میشه چندمین باری که رد میشه، اولین باری که رد میشه توجه میکنید، هر قولی بار اولی که رد میشه، خب بار اولی که رد میشه شما با اون دیدی که داری را مثل این که میخواید بگید که این قول من وقتی رد میکنم که قبلا چی شده باشه؟ رد شده باشه. این یعنی وقتی من رد میکنم که دومین بار بخوام رد بکنم، خب هم وقت اولین بار که یه قول رد میشه اولین بار باید رد بشه. راجع میکنید شما میگید نخیر این 2000 ساله رد نشده و من هم رد بشه میکنم، این رسی که معنی چیه که من وقتی اقدام به اولین رد این قول میکنم که قبلا این قول چی شده باشه؟ رد شده باشه. یعنی وقتی اولین بار اقدام میکنم به رد شدن رد کردن این قول که دومین بار باشه که اقدام میشه به رد شدن، که توافقه پارادوکسیکاله. هر قول رو باید توجه بکنید که وقت بار اول رد کردن بار اول بوده رد کردن، یعنی قبلا سابقه رد نداشتی. خب پس بسیار که اینکه یه قولی سابقه رد نداشتی این یعنی برای نیست قول تذیری یه قولی، این یه سنسه خیلی سازم. و اما نکته دوم، هر قولی سال اولی که اظهار شده چند سال از عمرش میده؟ یه سال میده. بعد 2000 سال مونده. شما نگید آقا این رئیس رو یک از عمرش میگذره، خب بعد صرف کنید همین هم ممکنه عمرش بشه 5000. شما نمیتونید مقایسه کنید قول من که یک سال از عمرش میگذره با قول ارسطو که 2300 سال از عمرش میگذره. قول ارسطو هم سال اولی که ارسطو اظهار کرده چند سال از عمرش میگذره؟ یک سال میگذره. این هم خیلی ساده ایه، ولی ما به این هم توجه کنیم. و اینه که سر کلاس ها علاوه سر کلاس های جاهایی که آدم عرض میکنم که با مدافعان فلسفه خودمون سر و کار داره، الان همیشه تنش داره، کشمکش داره که آقا توجه بکنید که این نگید قول جوونه. خب قولم جوون باشه، آدم های جوونن که باید احترام پیلا رو داشته باشن، اما آراء جوان اتفاقا عرضیشون بینه که احترام آراء پیل رو نداشته باشن. معامله اینجوری نباید کرد آراء اون نداره. توجه میفرمایید اینم باز ما روحیهیش رو همه اون نداریم، توجه میکنیم. و اما مطلب آخرم که بر میگرده به مطلب اول و سر حلقه در واقع با سر حلقه متصل به هم میشه، هر که طرف میخواست پول به دست بیاره ثروت به دست بیاره راه های آسون تر داره. به نظرم از راه فلسفه کسی نمیرسه به اون چیزی که کسانی گمان بکنن. به تعبیر دیگری به نظرم از این نمط کلاهی درست نمیشه کرد. چون این فهمه کرد بکنم اونایی که واقعا فیلسوف بودن در زندگی، نه اونایی که مشهور به فیلسوف هم باز سخن فیلسوف خود سیاسون بیا که هر مشهور به فیلسوف فیلسوف نیست، اونایی که واقعا فیلسوف بودن زندگیشون رو فلای فلسفه کردن، نه صرف فلسفه رو نردبان بکنن برای رسیدن به حیثیت اجتماعی یا برای رسیدن به ثروت. فیلسوف واقعی رو ما سقراط رو فیلسوف واقعی میگیم، مجبوری کنیم ما اسپینوزا رو فیلسوف واقعی میگیم، ما کانت رو فیلسوف واقعی میگیم، ما اینا رو فیلسوف واقعی میگیم. فیلسوف واقعی به این معنی که زندگیش رو از این طرف نظر کرد به خاطر حقیقت، پاسداری از حقیقت، نه اینکه حقیقت رو نردبان بکنه، حقیقت با غیر حقیقت رو نردبان بکنه برای اینکه برسه دربار، برای این که به ثروتی برسه، به قدرتی، به محبوبیتی، به شهرتی، به حیثیت اجتماعی و امثال ذلك، به اینها بخاطر. خب این چیزی بود که من ذهنم میومد و این چیزی که تا الان خدمتتون عرض کردم راجع به روحیه فیلسوفانه است، روحیه‌ای که اقتضا میکنه. خب ما یک روحیه عالمانه داریم به معنی الاعم، یک در واقع شاخص روحیه فیلسوفانه است به معنی الاخص. من فعلا کار با روحیه فیلسوفانه داشتم. اگر دوستان بخوام در باب روحیه عالمانه هم بعضی از امور نگفته رو بسم معنی الاعم ببینم، میتونم به بعض از کتابهایی که به زبان فارسی ترجمه شده رجوع بکنم. بهترین کتاب جان فراستی تحت عنوان شرایط و روح علمی با ترجمه دکتر علی محمد کاردان، ولی اینا با خوندن واقعا درست نمیشه. به نظرم میاد باید این عرض میکنم روحیه رو پرورد در خود
فرمی در خود فرمی. این در باب عرض میکنم که اما یه مسئله بعدی که به نظرم میاد بعدی در بابش بخوانی گفتگی